27 اسفند 57 شهرداری تهران تصمیم گرفت چهره شهر را از شعارهای انقلابی پاک کند، تنها یک ماه پس از انقلاب. در این میان برخی شعارها برای همیشه زیر لایه‌های رنگ دفن شدند. شعارهای انقلاب 57 ایران متنوع بود و از نظر تعداد گسترده، ولی هدف بیشتر آنها شاه و خاندان او بودند. محمد مختاری نویسنده و شاعر یک سال پس از انقلاب ایران در شماره 20 کتاب کوچه نزدیک به 800 شعار موزون را تحلیل و بررسی کرد. طبق این تحقیق نزدیک نیمی از این شعارها شخص شاه و خانواده سلطنت رو هدف قرار گرفته بوده. یک خشم غیر قابل وصفی از بعضی از این شعارها نسبت به شاه و اعضای خانوادهش دیده میشه. در دی ماه 57 برای محمد رضا شاه پذیرفتن و شنیدن این شعار سخت بود. یکی از معدود شعارهایی که تاریخچه‌ای به وجود آمدنش مشخص است. در مورد شعار مشخص مرگ بر شاه کم و بیش می‌دونیم که فقط یک سال قبل از پیروزی انقلاب به وجود اومده. به نظر میاد در 29 بهمن 1356 در تبریز در راهپیمایی که به مناسبت 40مین روز کشته شدن مردم قم در راهپیمایی این شهر برگزار شده بود، اولین بار این شعار به گوش میرسه و کم کم به شهرهای دیگه میرسه و از اونجا به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده میشه. عناصر مذهبی و به خصوص عزاداری‌های محرم در سر دادن شعارها به سبک نوع‌های مراسم زنجیرزنی و سینه‌زنی بسیار مؤثر بودند. محمد مختاری 280 شعار از 800 شعاری که مورد بررسی قرار داده بوده مذهبی بودند و یا بار ایدئولوژیک و دینی داشتند. شعارهایی هم که مشخصاً از حکومت و جمهوری اسلامی در اونها سخن رفته باشه فقط 16 شعار، یعنی معادل 2% شعارها بوده. در جریان انقلاب ایران دو شخصیت همواره در شعارها مقابل یکدیگر قرار داده شدند: محمد رضا پهلوی و آیت الله خمینی. شعارهایی که با حمله به شاه از آیت الله خمینی ستایش کردند. 20% بقیه شعارها حمایت و ستایش از آیت الله خمینی بودند و در مجموع نزدیک 80% شعارها یک شخص رو هدف قرار داده بوده و یک تم فردگرایی ازش برداشت میشه. بازار شعارهای طنز و البته گاهی شوخی‌های لومپنی و عامیانه در میان مردم داغ بود. بعضی از شعارها در قالب طنز و شوخی هستند که برگرفته از همون خوی شوخ طبعی ما ایرانی هاست که تحت هر شرایطی باید حتما نکته‌ای برای طنز پیدا کنیم. مثلا شعاری علیه شریف امامی که نه شریفی نه امامی، یک خر تمامی. به نظرم این شوخ طبعی رو ما تا 30 و چند سال بعد از انقلاب در زمینه شعارسازی دیگه ندیدیم، تا حدود دوران جنبش سبز که مثلا اون شعار معروفی که برادر رفتگر محمود بردار ببر که دوباره انگار مردم اون خوی شوخ طبعی رو بهش رسیدن و دوباره شعارها داره از درون مردم میجوشه و میاد بالا. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی، شاید یکی از معدود اعضای دولت است که در یک دوره کوتاه به تنهایی بیش از 40 شعار برایش ساخته شد. در میان شعارهای پرتعداد انقلاب 57، شعارهایی که به دنبال یک خواسته سیاسی مشخص باشد انگشت شمار است. درصد شعارهایی که خواستار یک تغییر ساختار سیاسی و یا مطالبات اجتماعی باشند خیلی کم هست، به مراتب در درجات بعدی قرار میگیره. شاید همین یک نوع شاهدی است بر این مدعای آشنا که در انقلاب 57 مردم فقط میدونستند که شاه رو نمیخواند، اما اینکه به گزینه جایگزین فکر نکرده بودند. شعارها در روزهای بعد از 22 بهمن 57 تا سالها شکل دیگری گرفت.
دیوارها پاک شد و تنها پیام‌ها و شعارهای حکومت اجازه خودنمایی روی دیوارها را پیدا کردند. کاوه مشکات، بی بی سی.